حله. اگرم پیدا نمی کنید بگید، خودم براتون میفرستم. حالا این هی رو که توی کلمه لهب اومده، من خدمت شما توضیح بدم. ببینید اینجا تمام قلم نیست و این مسیر هم مسیر افقی نیست. یعنی اینجوری نیست که این هی شما تصور کنید که ما به این سمت بریم بعد برگردیم. این حالت شیبدار هست. تا اینجا ببینید، تا اینجا شیب داره، بعد سرازیر میشه، این قسمت میشه اتصال بالا و پایین. یعنی شما قلم که دارید حرکت میکنید، اینجا دور میخوره میاد به سمت پایین، یعنی عمود میاد، بعد که دیگه این قسمت میاد بهش متصل میشه، در واقع این دور اتفاق میفته. حالا برای اینکه بتونید اینو خوب بنویسید، اضافه بر این نکته که باید دقت کنید، باید شکل هسته اینو دقت کنید. این هسته رو دقت کنید. یعنی این حرکت رو که نوشتید، حواستون باشه این هسته شکلش درست در بیاد. قسمت بعدی از اینجا، از این زاویه به بعد، ما داریم به سمت بالا میریم. به سمت بالا حرکت میکنیم و اگه دقت کنید این نقطه از این نقطه بالاتر میاد. اینا رو باید رعایت کنید و این نقطه وسط از این نقطه بالاتر قرار میگیره. اینا رو من به هم وصل میکنم تا دقت داشته باشید. خب این دقت ها باعث میشه که دقیق تر بنویسید. حالا با قلم براتون مینویسم. اینجا قلم رو یک جوری میگیرید که یک قوسی داشته باشه. وقتی که میاد بالا، پهنای قلم یک جوری باید بگذارید بیاد که با این بدنه الف که اومده بود پایین یا ل که اومده بود پایین، اینجا یه قسمتش یکی بشه.